کمیسیون حقوق بشر عراق شامگاه دوشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که حادثه مرگبار آتش سوزی در بیمارستان ابن الخطیب در منطقه جس دیالی در جنوب شرق شهر بغداد پایتخت این کشور نزدیک به 130 کشته بر جای گذاشته است در بیانیه کمیسیون حقوق بشر عراق در این بار آمده بر اساس اسنادی که تیم کمیسیون به دست آورده شمار تقریبی شهدا ممکن است به 130 شهید برسد که برخی همراهان بیماران بستری در بیمارستان نیز در میان آنها هستند این کمیسیون وابسته به پارلمان عراق در ادامه بیانیه خود نیز تاکید کرده که هویت شماری از قربانیان حادثه آتش سوزی بیمارستان ابن همچنان نامشخص است چرا که شدت آتش باعث شده اجساد آنها قابل شناسایی نباشند در این بیانیه همچنین تاکید شده که اتاقهای بیمارستان ابن الخطیب مملو از بستگان بیماران بستری بوده که برای ملاقات به آنجا رفته بودند و همین مسئله نیز مدرکی دال بر عدم پایبندی مدیریت بیمارستان به دستور عملهای وزارت بهداشت این کشور در رابطه با ورود همراهان به اتاقهای احیا و قرنطینه به شمار می آید. این کمیسیون ضمن تاکید بر اینکه بیمارستان ابن الخطیب فاقد سیستم اختار سریع برای هشدار و آگاه سازی شهروندان با آتش سوزی یا هر گونه خطر دیگری بوده به کوتاهی آشکار از سوی مدیریت بیمارستان و همچنین تأخیر در اقدام تیم‌های آتش نشانی وابسته به با آن اشاره کرده است.